بعد از خبر. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام به شما و طاعات و عبادات شما گرامیان روزداران ارجمند قبول درگاه حق باشه. ما هم افتخار میکنیم که نخستین برنامه بعد از خبر در سال 1402 را با بحثی در مورد آداب و آثار مهمانی خدا در ماه مبارک رمضان به شما عزیزان پیشکش میکنیم. فرصت بسیار مغتنم و مبارک و تکرار ناپذیر برای رهایی از نفسانیات و غلبه بر ظلمات باطنی و درونی و تقرب به بارگاه حضرت حق و رهایی از آتش جهنم و راهیابی به سعادت بهشت است. ماه مبارک رمضان آنگونه که در روایات و منابع معرفتی ما از طرف پیشوایان دینی ما تبیین و تعریف شده است. به هر صورت ورود به این ماه خودش فضیلتی است و فیضی است که به روزداران رسیده و آنچه مهم است رعایت آداب و دستیابی به آثار و پیامدها و نتایج روزداری در ماه مبارک رمضان در حوزه‌های مختلف معرفتی، تربیتی، اخلاقی، فردی و اجتماعی است. در برنامه کنونی با استفاده از محضر استاد ارجمند، پژوهشگر برجسته دینی و استاد حوزه و دانشگاه حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر سید عبدالله حسینی، در این موارد بهره‌های فراوان خواهیم برد و امیدوار هستیم که شما بینندگان عزیز و گرامی هم تا پایان برنامه با ما همراه باشین. با شما سلام عرض میکنم حضرت استاد و برایتان آرزوی قبولی طاعات و عبادات دارم. خیلی خوش آمدین به برنامه. بشم کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما جنابای موسوی و دستم در کاران این برنامه و همه بینندگان عزیز سلام و درود تحیت میکنم، تقدیم میکنم. انشاءالله طاعات عبادات همگی قبول درگاه حق باشه. انشاءالله. خیلی ممنون هستیم. بس من رو با این پرسش آغاز میکنیم که به لحاظ معرفتی عبادت روزه چیست و چگونه میتوان به درک حقیقت این عبادت دست یافت و از برکاتش مستفیض و مستفید شد؟ خب برای اینکه من وقت کمتر گرفته بشه یک تعریف بسیار مختصر از روزه میکنم و درجات و اثراتش رو. بله. ببینید روزه اینچه من تقسیم میکنم، نظر برداشت شخصی من است، ما سه نوع روزه داریم. یک روزه ناقص داریم، یکی روزه کامل داریم، یکی روزه اکمل داریم. بله. کاملتر. روزه ناقص روزه همین ظاهر روزه است، یعنی تشنگی کشیدن و گشنگی کشیدن و دعا خوندن و قرآن خوندن و دیگر آداب ظاهری روزه، اینا همه روزه ناقصه. چرا ناقصه؟ چون به تنهایی نه ثواب داره نه اثر داره. عجب. آره. کسی از صبح تا از طلوع از اذان مغرب تا اذان صبح تا اذان مغرب غذا نخوره، چیزم ننوشه، دعام بخونه، قرائت قرآن داشته باشه، صدقه هم بده و همه کارهایی که مستحب انجام بده، ولی شرط اصلی رو که در عبادت شرط است رعایت نکنه این اثر نداره، ثواب نداره. اون شرط چیه؟ اخلاصه. بله. اگر کسی اخلاص نداشته باشه این عملش در ظاهر روزه هست ولی در واقع روزه نیست. حالا برای اینکه دور نشیم، اخلاص چیست و چگونه میشه بهش رسید؟ اخلاص اینه که خیلی ساده، اخلاص اینه که شما این کار رو فقط برای رضایت خدا انجام بدید، نه برای چیزی دیگر. بله. برای کسی دیگر. محض رضای خدا. خب اگر این مرحله رسید این چه روزه کامل. روزه ناقص شد عمل بدون اخلاص، روزه کامل شد عمل با اخلاص. این کامله. چرا کامله؟ چون هم تکلیف انجام شده و هم خداوند بهش ثواب میدن به این روزه. به این روزه چی میدن؟ ثواب. این روزه کامل هست. اما یک درجه بالاتر از این ما روزه داریم، اون روزه اکمله.
اون روزه اکمل از روزه کامل دو تا تفاوت داره. تفاوت اولش در رفتار ماست، نتیجه در رفتار ما. تفاوت دومش در ثوابش کلمان. حالا اون روزه اکمل چیه؟ روزه اکمل اینه که تنها این روزه، روزه دهان و شکم نباشه، روزه تمام اعضا و جوارح باشه، چشم و گوش و زبان و دست و پا و حتی فکر. اگه به این مرحله رسید، این روزه، روزه اکمل است. هم اثرات و برکات داره در این دنیا، هم اثرات و برکات داره در اون دنیا. اثرات و برکاتش در این دنیا اینه که روح انسان پالایش میده و انسان را آماده میکنه که به انسانیت برسه. به انسانیت. روح عبادت اینه که انسان کامل بشه. انسان که انسان کامل بشه زمانی که تمام اعضا و جوارحش تسلیم خداوند بشه. این حقیقت عبادت. درست. حقیقت عبادت هم اطاعت است، هم خدا دانستن یک خداوند و هم کسب رضایی. هر عبادتی که به این سه ویژگی رو داشته باشه او عبادت کامل هست. یعنی انجام عمل باشه اطاعت، دو اخلاص باشه فقط برای رضای خدا. اگه به این مرحله رسید اون عبادت کامل هست، حقیقت اون عبادت. نماز باشه، روزه باشه، صدقه باشه، حج باشه. و روزه اینطوریه، حقیقت روزه اون مرحله سوم میشه. او یک اثرات و برکات بر وجود آدم هم داره، رفتار آدم را دیگرگون میکنه، رفتار تغییر میکنه. بله. انسان کامل میکنن، معرفت به انسان میدن، رفتار انسان تغییر میکنن، فکر انسان رو، خیال انسان رو، رفتار انسان رو، گفتار انسان رو، همه در همه تأثیر میذاره. پس بنابراین با این توضیح مختصری که من دادیم، ما روزه کامل داریم، روزه ناقص داریم، روزه کامل داریم، روزه اکمل، روزه اکمل داریم. حقیقت روزه، حقیقت عبادت روزه اون روزه اکمله که انسان به اون درجه شد برسه. اون هم برکاتی برای خود انسان داره در این دنیا و هم ثواب داره در اون دنیا. بله، خیلی استفاده کردیم. البته ما در ماه مبارک رمضان با تغییر رفتار مواجه هستیم در جامعه از نوع منفیش. غالبا روزه‌دارها پرخاشگر و عصبانی و بی‌حوصله هستن، کم حوصله هستن. بله. ماه رمضان ماه مهمانی خداست، آنگونه که در روایات آمده، و با خودداری از خوردن و آشامیدن و موارد دیگر انجام میشه و همراه است. پرسش اصلی این است که ما در مهمانی ها به بهترین وجه پذیرایی میشیم و میزبان همه آنچه را که داره برای پذیرایی از مهمان به کار میبنده و به کار میگیره، در حالی که در ماه مبارک رمضان ما با گرسنگی کشیدن و تشنگی کشیدن و با خودداری محض و مطلق مواجه هستیم و هیچ گونه پذیرایی دیگه در کار نیست در ظاهر امر. چه مناسبتی بین گرسنگی کشیدن و تشنگی کشیدن و مهمانی خدا وجود داره؟ خب اگر اون توضیحی که من در جواب سوال اول دادم به اون توضیح دقت کنید، به نظر میاد که جواب این سوال روشن میشه. ببینید، روزه ناقص مهمانی نیست، نخوردن و نیاشامیدن مهمانی نیست. حرف شما درسته، مهمانی نیست. ولی روزه کامل مهمانیه، خداوند بهش ثواب میده. روزه اکمل مهمانیه، روزی مهمانی روح انسان، نه جسم انسان. گاهی انسان مهمان در جای مهمان میشه، مهمان جسم است، خوردنی است و
نوشیدن است و یا پوشیدن است و یا این مهمانی جسمی. بیشتر مردم تصور از مهمانی این. اما گاهی وقتا نم مهمانی جسم نیست. مهمانی روحه. به انسان احترام میذاره. عزت میکنه. لغزش هاشو میبخشه. بهش مقام میده. بهش جایگاه میده. این مال جسم نیست. مال چیه؟ مال روحه. در همین دنیا هم بین آدم ها هم اتفاق میفته. ممکنه کسی مهمان کنه. واسه موضوع عادی بده. ولی احترام کنه بهش. ولی عزت کنه بهش. ولی بهش لغزش هایش ببخشه. محبت کنن بهش. بهش عزت بده. جایگاه بده. اینا مهمان. اینا چیه؟ اینا برکات روحیه. در ماه رمضان دقیقا اینطوریه. کسی که به روزه کامل میگیره و خصوصا کسانی که روزه اکمل میگیره اینا مهمان خداست. اول اینکه خدا گناهانش رو میبخشه. دوم اینکه خدا بهش ثواب میده. سوم اینکه بهش توفیق میده که گام برداره به سوی انسانیت واقعی، انسان شدن واقعی. بنابراین ضیافت که میگه نه ضیافتی در خوردن و آشام میدن. بله. ضیافتی در ضیافت روحی است. ضیافت معنوی است. ضیافت در کمال انسان است. بنابراین خلاصه حرف اینه که خود خوردن و نخوردن و آشام میدن ضیافت نیست. اون برکات و اون ثمراتی که از این روزا حاصل میشه اونا ضیافت. در روایتی از پیامبر صلی الله علیه و آله آمده که خدا نیامرزد کسی را که ماه رمضان را بگذرانه و آمرزیده نشود. این روایت متضمن مفاد بیم است یا متضمن مفاد بشارت؟ و علاوه بر این آیا کسی که در ماه رمضان آمرزیده نشود دیگه فرصتی برای آموزش نداره و تنها امکان یا زمینه‌ای که برای بخشیده شدن وجود داره ماه مبارک رمضان هست؟ این روایت ظاهرش متضمن بیم است ولی باطنش متضمن بشارت. بیم از این جهت که خب کسی که در ماه رمضان بخشیده نشه خدا رو نبخشیده و در واقع نفرین. اما بشارت زنجیتی که در ماه رمضان رحمت خدا اینقدر واسع است که دیگه اگه کسی بخشیده نشه اون تقصیر خودشه. بله بله این درست. همکاری خودشه. این هم بشارتش بیشتره. گرگدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست؟ خب این ماه مهمانی خداست. خدا بخشش هست، ثواب هست، فرض کن که تقرب الی الله هست، انسان شدن هست، همه اینا در این ماه هست. البته این انحصار در این ماه نداره. همیشه اگه کسی توبه کنه خدا توبه پذیره. همیشه مسیر برای انسان شدن فراهمه. اینطور نیست کسی مثلا در این ماه رمضان پذیرفته نشد حالا بعد از این دیگه نه. اینطور نیست. هر وقتی که انسان توبه کنه به سوی خداوند گام بر بداره این مسیر آماده است. اون نفرین که میگن در واقع میخواد بگه که تأکید بر این داره که تقصیر کرده، نه اینکه بگه بخشیده چیه نمیشه اصلا. نه اینکه بخشیده نشده، نوعی در واقع چیه نفرین به اصطلاح میخواد بیان کنه که اینجا تقصیر کرده. بنابراین در اون بخش دوم سوال کن، نه اینطور نیست. اگه کسی در ماه رمضان بخشیده نشد باز هم راه توبه باز است. راه رشد معنوی، کمال معنوی، ثواب الهی اینا باز است. هر وقت که انسان بخواهد این زمینه و بستر آمان است. بله. یکی از مهمترین روایات رمضانی در واقع روایتی است که درباره زنجیر شدن شیاطین متمرد، باز شدن درهای بهشت، گشوده شدن دروازه های رحمت، بسته شدن دروازه های آتش و نظایر اینها هست. از این گونه روایات ما خیلی زیاد داریم که در ماه مبارک رمضان شیطان به زنجیر بسته میشه، دروازه های رحمت خداوند گشوده میشه و دروازه های بهشت باز میشه، دروازه های جهنم
بسته میشه. خیلی از این گونه روایات زیاد داریم. حالا ماه رمضان چی ویژگی داره که این همه فرصت برای رهایی ما از آتش جهنم در اختیار ما گذاشته شده و این همه ما مجال داریم، امکان داریم برای تقرب به خدا و رهایی از آتش جهنم و رسیدن به بهشت و پاداش های بزرگ؟ چه چیزی از این جهت ماه مبارک رمضان را اینقدر برجسته و ممتاز ساخته نسبت به سایر ماه‌ها؟ آیا دلیلش این است که مثلا قرآن در ماه مبارک رمضان نازل شده و نزول قرآن دلیل موسع شدن میدان رحمت و مغفرت خداوند است؟ خب برداشت من این است، من اینو به کسی نسبت نمیدم. برداشت ظاهر من سعی میکنم که در آیات روایت مقدار عمیق‌تر فکر کنم. ممکنه کسی بر اساس برداشت ظاهری بگه که شیطان را خداوند به دستش بسته و درهای بهشت هم باز گذاشته و درهای رحمتش هم باز گذاشته و فرق کنه که انسان ها بیان، معنی ظاهریش طور باشه. ولی من برداشتم اینه که کنایه هست، میخواد بگه که اگر کسی روزه اکمل بگیره خودش در خودش شیطان رو زنجیر میکنه، خودش در بهشت برای خود چیکار میکنه؟ باز میکنه. خودش درهای رحمت رو باز میکنه. و اینم عملا اینطوریه، یعنی برای کسی که روزه ناقص میگیرن بودی بهره ای نداره، ممکنه حتی ثوابی همچنان نداره. برای کسی این، برای کسی است که روزه کامل میگه یا روزه اکمل میگه. اگر کسی به این مرحله رسید، این در واقع کنایه میشه از این که در ماه رمضان انسان میتونه با عمل به همه آداب ماه رمضان در شیطان رو ببنده، درهای بهشت برای خود باز کنه، درهای رحمت برای خود باز کنه و همه ویژگی هایی که برای این در این آیات به اصطلاح برای از جهنم رها بشه. یعنی این فرصت از ماه های دیگه چند بیشتره. این فرصت یک توفیق اجباری، گاهی وقتا در واقع توفیق اجباری هم میگه. این ممکن در ماه دیگه اینطوریه، این در ماه دیگه هم کسی بخواد عبادت کنه، خدا روزه بگیره، همین شاید فراهمه. ولی در ماه رمضان این شاید چی هست؟ بیشتر فراهمه. برای همگان فراهمه. همگان میره تا بسیار آستانه این برکاتی گفته شده میرسه. اون بستگی داره که حالا یک کم همت کنه که وارد بشه. ولی در ماه های دیگه ممکنه این فرض کن که شاید برای همه فراهم نباشه. ببینین آجا، بس فکر میکنم خیلی سخت شد، یک مقدار دشوار شد این همه را. خب شما میفرمایید و درست است، یعنی بنده با شما موافق هستم که شیطان را خود ما باید به زنجیر ببندیم، دروازه های رحمت خدا را خود ما باید برای خود باز بکنیم. این مستلزمی است که ما به حقیقت عبادت برسیم. حالا پرسش این است که رسیدن به حقیقت عبادت، هر عبادتی باشه، نماز یا روزه یا هر عبادت دیگری، مستلزم چه شرایطی است؟ ما به لحاظ معرفتی در چه موقعیتی باید قرار داشته باشیم؟ به لحاظ باطنی چه وضعیتی باید داشته باشیم تا بتانیم حقیقت او عبادت را درک بکنیم و با درک حقیقت عبادت موفق شویم به گشایش دروازه های رحمت الهی بر روی خودمان و به زنجیر بسته شدن شیاطینی که در کمین ما هستن؟ خب ببینید، من در جواب سوال اول شما گفتم عبادت سه تا ویژگی داره. عبادت صحیح ها. بله. اولش اطاعت. اطاعت. عمل کردن. دومش اعتقادی به خداییه، اطاعت کردن از خداوند. اطاعت باید مبتنی بر ایمان و اعتقاد باشه. ایمان باشه. ایمان نباشه عبادت نیست.
و به همین جهت کسی پیش کسی سجده کنه با احترام این رکوع کنه، این عبادت نیست. چرا که پشتوانه ایمان نداره؟ ایمان نداره. پس اول عمل کردن است، دوم یا اول بگیم ایمان است، اعتقاد به خدایی است، دوم عمل کردنه و سوم اخلاصه. فقط برای خدا انجام میده. اگر هر عبادتی این سه شرط را داشت، او عبادت کامل است. نماز باشه، روزه باشه، دعا باشه، حج باشه، زکات باشه، صدقه باشه، خمس باشه و هر اعتکاف باشه، هر عبادتی که این سه ویژگی رو داشت، با اعتقاد به خدایی باشه، اطاعت باشه، هر چی خدا گفته در اون کار اطاعت کنه، دستور خدا رو، و با اخلاص باشه، با این سه شرط این عبادت کامل میشه. خب حالا این عبادت برکات و ثمرات داره. اون برکات و ثمراتش بخشش مال این دنیاست، بخشش مال اون دنیاست. اون بخشی که مال این دنیاست اونه که انسان رو به انسانی به کمال نزدیک میکنن، کامل میکنن. چطور جسم کامل میشه؟ جسم وقتی شما غذا میخورید به اصطلاح توانا میشه، فربه میشه، شاداب میشه. جسم اینطوریه دیگه. روح هم اینطوریه. شما وقتی کسی عبادت واقعی انجام بده، این روحش این شاداب میشه، روحش در واقع بزرگ میشه، به اون هدف نهایی و مقصد نهایی ظرفیتی که برای این روح هست چی میشن؟ رشد میکنن، نزدیک میشن. و این انسانیت واقعیه. این انسانیت واقعی در کمال جسمی نیست، این انسانیت واقعی در کمال روحیه. وقت انسان هر عبادتی رو انجام میده، هر عملی رو انجام میده، انسان نزدیک کنه به کمال روحی، به کمال روحی، این عبادت واقعیه. و در واقع این آیات واقع همینه میگن که انسان بتونه به انسانیت یا همون کمال روحی چیان برسه. البته کمال روحی تعریف های متفاوت داره. فلاسفه بیشتر تاکید بر علم داره، نمیدونم عرفا بیشتر تاکید بر ریاضت دارن، ولی در آموزهای اسلامی کمال انسانی مبتنی بر ایمان و عمل صالح. در قرآن کریم نزدیک بیش از 60 بار الذین آمنوا و عملوا الصالحات داره. ایمان با عمل صالح. عمل صالح ایمان شرطه، شرط اوله. عمل صالح شرطی چیه؟ دومه. حالا این ایمان و این عمل صالح اگر باشه، در دنیا انسان کامل از نظر مردم به عمل صالح. هر کسی رفتار خوب داشت، عمل صالح یعنی رفتار خوب. بله. هر کسی رفتار خوب داشت مگه انسان خوب است؟ خوب است. مگه انسان واقعی؟ کسی دلسوز بود، کسی مهربان بود، کسی رئوف بود، کسی نیکوکار بود، کسی اهل گذشت بود، کسی اهل سخاوت بود. اینا همه این رفتارها در چشم مردم باعث میشه چی؟ که مردم بگه این انسان واقعیه، انسان باشه. ولی از نظر دینی میگه انسان واقعی کسی است که هم ایمان داشته باشه و هم عمل چیان صالح داشته باشه. عمل صالح، خب روزه یک عمل صالح هم نسبت به خداوند، ولی تنها نیست، ما اخلاقیات هم داریم، عبادات های دیگه هم داریم. و با توجه به این چیزی که ما گفتیم، ما میتونیم زمانی به این مرحله به انسان کامل برسیم. به در ادبیات دینی ما عبد صالح از نظر فلسفه و عرفان انسان صالح است، ولی از نظر عرف انسان واقعی. یعنی تعبیرات مختلف، اما حقیقتش یک چیزه. عبد صالح بنده خوب یا انسان کامل یا انسان واقعی. که به اینجا میرسیم زمانی که اون عبادت، جسم عبادت و روح عبادت رو به طور کامل انجام بدید. اون عبادت مثلا فرضاً عرض کردم خدمت شما، روزه گرفتن، نخوردن و نشربن جسم عبادته، اما اون اخلاص و ایمان روحشه. بله روحشه. دقیقاً. و با این توضیحاتی که دادی من امیدوارم که تونسته باشم جواب شما رو. بله همینطوره. من تو یک پرسش
تازه از صحبت‌های حضرت علی به ذهن ما آمد که در اینجا فکر میکنم که یک نگاهی هم به رابطه ایمان و اخلاق باید بیندازیم. ببینید شما اون جان عبادت را در ایمان و اخلاص خلاصه کردیم. روح عبادت ایمان و اخلاص هست. اما از اون طرف هم عمل صالح خب یکی از معیارهایی است که نشان دهنده میزان بهره‌مندی ما از انسانیت است. یعنی به هر اندازه‌ای که ما عمل صالح و رفتار خوب داشته باشیم در واقع از نظر اخلاقی، این نشان دهنده است که ما از انسانیت بهره بردیم. حالا اگر کسی عمل صالح انجام داد، یعنی به لحاظ اخلاقی آدم مثبتی بود، آدم سالمی بود، آزارش اذیتش به دیگران نرسید، بلکه مثلا مهربان بود، نیکوکار بود، خیر بود، کار مردم را انداخت، برای مردم سرک و خیابان و نمیفهمم شفاخانه و همسا مکتب و اینا جور کرد، ولی ایمان نداشت، همه اعمال صالح انجام میده ولی ایمان نداره، این آدم تکلیفش چی میشه؟ خب البته این بحث بحث مقدار چالشی است، بحثی است که هنوزم در کلام و در کلام اسلامی خیلی روش بحث هم نشده، ولی بعضی دیگاهی متفاوت داره. اون چیزی که من برداشت شخصی خودم میگم، اون برداشت شخصی من اینه که از نظر آیات و روایات اخلاق جزءی از عمل صالح هست، یعنی اخلاق خودش عمل صالح، عمل صالح هست. بله. من یک نوشته‌ای دارم به نام نظام اخلاقی، در اونجا آمدم اخلاق رو چهار بخش کردم. ما اخلاق شخصیتی داریم، این ویژگی هایی که ما رو خودمون هست و درد خودمون میکنم، مثل آدم مثلا کسی شجاع یا مثلا منظمه، با نظم منظمه، کسی صبوره. بله. یا کسی مثلا در مقابلش ما داریم آدم ترسویه یا آدم عجوله مثلا، اینا بعد این اخلاق شخصیتی. یک بخش دوم اخلاق بندگی داری، اون چی رفتارهایی که اون صفات و رفتارهایی که نسبت به خداوند باید انجام بدی. نه مثلا خود لفظ ایمان، اسلام، مثلا صفت ایمان، اسلام، مثلا اطاعت، خضوع، خشوع، اینا اخلاق بندگی است، عمل صالح. بخشی هم ما اخلاقی نسبت به دیگران داریم، اخلاق اجتماعی داریم با عامه مردم، احسان و نیکوکاری و تعاون و گذشت و بخشش و مثلا اینا اخلاق چند؟ اجتماعی. یک بخش اخلاق محیطی داریم نسبت به اصلا محیط، حیوانات، مثلا اسراف نکنیم، تبذیر نکنیم، نمیدونم آزار نرسونیم، کمک کنیم، اصلا اخلاق محیطی است. همه اینا جزء عمل صالح قرار میگیرن. حالا ما در دنیا، هر کس از منظر خود میگه، ما در دنیا کسی را که با دیگرا روابط خوب داشت میگم انسان خوب، اخلاق منحصر بکنیم به چی؟ به روابط خوب با دیگرا. بله. یا حداقل یکم بالاتر بگیم روابط خوب با طبیعت و مثلا حیوانات، ولی نسبت به خودش و نسبت به خداوند اینو توجه نمی کنیم. نمیگن که حالا این رد چقدر آدم خوب، خیال میکنی که مثلا کسی که با مردم هم کمک کرد یعنی ما آدم انسان صالح. خب از نظر خداوند نه، از خداوند همه اینا، مجموعه اینا عمل صالح هست. خب خداوند میگه که اینه لا عوضی و عمل عامل من کن، من عمل هیچ عامل عمل کنده ایل زایه چیم نمیکنم یک ذره هم باشه. خب حالا اینای کسانی که در مثلا با مردم رفتار خوب داشته، خب این توقع این که اگر اینو به عنوان یک دستور خداوند انجام داده، خداوند بهش ثواب چه میده. اگر نه به عنوان یک فرض کن که دستور خدا انجام نداده، به عنوان این که مثل سیاست مداره که کمک بکنه که رأی مردم جلب کنه، یا به عنوان این که مشهور بشن، یا به عنوان این که خوش شامد انجام داده، خب اینا دیگه خدا نه توقع داره، از مردم توقع داره، از مردم توقع داره میگه. اینا اگر گناه نکرده باشه خداوند اینا رو عذاب نمیکنه. خیلی مهم. آره. ولی اگر گناه کرده باشه اون بستگی به بازم چی داره؟ بازم مسیر شفاعت، بازه مسیر بعضی از خداوند بعضی ها رو اصلا نه به بهشت میبره نه به چی، به جهنم میبره. اینطور نیست ما بگیم همه
انسان ها وقتی وارد قیامت شد یا بهشت داره یا به جهنم. بعضی اصلا به بهشت میره نه به چی؟ به جهنم میره. چیزی که خداوند در قرآن خیلی تاکید داره، لا میگه که یک مثقال یک ذره به کف ظلم چه؟ نمیشه. ما این توقع نداشته باشیم که هر کس مسلمان بود خوب نماز خوان دیگه بهشت میره، ولی کسایی که دیگه مثلا کافر باشه هر چم خوب باشه جهنم میره. اینطور هم نیست. خیلی ممنون. فرصت ما هم تمام است، استفاده کردیم. بعضی پرسش ها همچنان قابل تر هست در برنامه که با دریغ فراوان فرصت ما تمام شده. ما از همسخنی با حضرت عالی همیشه لذت میبریم، همیشه استفاده میکنیم. برای ما بسیار آموزنده است، مخصوصا اون انرژی معنوی که در بیان حضرت عالی هست و اون صفای باطنی حقیقتا ما را تحت تاثیر قرار میده. برای همه شما بینندگان عزیز، روزداران گرامی، آرزوی توفیق درک حقیقت عبادت روزه و دستیافتن به روزه اکمل را دارم. طاعت عبادت شما قبول. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.